کنگو، سال 1900 میلادی. جوانی سیاه پوست به شکار رفته است. هنگام بازگشت به روستای خود متوجه می شود روستایش مورد غارت و حمله سربازان بلژیکی قرار می گیرد. در این حمله همسر و دو فرزندش توسط استعمارگران بلژیکی به قتل رسیدند. مدتی بعد او به اسارت تاجران برده در آمده و برای فروش با آمریکا منتقل می شود. اما این پایان ماجرا نیست. پس از ورودش به نیویورک او را به باغ وحش‌های مختلف منتقل می‌کنند و در کنار میمون‌ها در قفس به نمایش می‌گذارند. تحقیر حاصل از زندگی در باغ وحش سبب شد او تا بنگال در 32 سالگی دست به خودکشی بزند. استعمارگران غربی که خود را برتر از مردمان سرزمین‌های دیگر می‌دانستند، رنگین پوستان و مردم کشورهای مستعمره خود را ربوده و برای فروش به اروپا و آمریکا منتقل می‌کردند. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی، باغ وحش‌های انسانی متعددی در پاریس، آمستردام، هامبورگ، بارسلون، لندن، میلان و نیویورک برپا شد. آنها این مجموعه باغ وحش‌ها را تحت عنوان نمایشگاه مردم شناسی و نژادگرایی علمی برگزار می‌کردند. جنتلمن‌های غربی به این مردم بیگناه لقب حلقه گمشده داروین را داده بودند و باغ وحش‌های انسانی را سرگرمی مناسبی برای شهروندان متمدن اروپایی به حساب می‌آوردند. در این باغ وحش‌ها مردان، زنان و کودکانی از نقاط مختلف جهان از جمله آفریقا، آمریکای جنوبی، شرق آسیا و استرالیا در قفس و در کنار میمون‌ها، شامپانزه‌ها و بوزینه‌ها به نمایش در می‌آمدند. سرنوشت افرادی که در این باغ وحش‌ها نمایش داده شدند بسیار تلخ بود. بسیاری از آنها به دلیل زندگی در قفس پس از مدت کوتاهی از بین رفتند و برخی دیگر نیز مانند قطابنگا به دلیل افسردگی ناشی از تحقیر دست به خودکشی زدند. از معروف‌ترین باغ وحش‌های انسانی برپا شده می‌توان به نمایشگاه جهانی سنت لوئیس آمریکا، باغ وحش بین‌المللی پاریس، باغ وحش سین‌سیتی، نمایشگاه جهانی بروکسل، هامبورگ و لندن اشاره کرد.